رمزگشایی از رابطه فرودگاه مهرآباد و دختر ناصرالدین شاه. تصور اینکه فرودگاه مهرآبادی که جای نشست و برخاست هواپیماهای غول‌پیکر مسافربریه، روزگاری جایی بوده که به جای صدای غرش موتور هواپیما، قناری‌ها و پرنده‌های خوش‌آواز در میان باقی پردار و درخت و زیبا چهچه می‌زدن، خیال‌انگیزتره. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدین. درباره پیشینه تاریخی مهرآباد باید گفت که دوست علی خان معیرالممالک از رجال عصر ناصری در کتاب رجال عصر ناصری می نویسه مهرآباد از املاکی بود که حاج میرزا آقاسی به ناصرالدین شاه هبه کرد. سه خانوار رعیت داشت و از آب یافتآباد مشروب می شد. نظام الدوله معیرالممالک اون رو از دولت به 2800 تومان خریداری کرد و به احداث قنات و باغ و قلعه روستایی همت گماشت. در ابتدا حسین آباد نامیده می شد. نظام الدوله اونجا رو آباد کرد و نظام آباد نامید و پس از اون که جزء مهریه مادرم عصمت الدوله یا دختر ناصرالدین شاه در آمد، مهرآباد خوانده شد. دوست محمد خان معیرالممالک در آنجا باقی جدید به مساحت 60,000 متر احداث کرد و عصمتی نام گذاشت. در میان باغ عمارتی عالی بنا نهاد که ایوان دورش بر 54 ستون چدنی استوار بود. خیابان بندی درختکاری و گلکاری باغ در اثر همکاری معیرالممالک و باغبان فرانسوی موسیو وریه به وجود آمد. باغبان مذکور را پدرم در سفر دوم اروپا با خود آورده بود. نصرالله حدادی نیز در کتاب تهران قدیم بعد از آوردن این بخش از خاطرات دوست علی خان معیرالممالک توضیح میده تهران تا قبل از تأسیس فرودگاه مهرآباد دارای دو فرودگاه کوچک نظامی به نامهای دوشان تپه و قلعه مرغی بود و عملیات ساختمانی فرودگاه مهرآباد در سال 1326 توسط وزارت دارایی آغاز شد، ولی پس از چندی تعطیل و مجدداً در سال 1329 عملیات ساختمانی دو آشیانه فلزی و توسعه خیابان پرواز و تاکسیروها توسط سازمان برنامه شروع شد و پس از 4 سال یعنی در سال 1333 برنامه اول عمرانی آن پایان یافت. در سال 1332 ساختمان بنای نیمه تمام فرودگاه مهرآباد بعد از صرف مبلغ 55 میلیون ریال از طرف وزارت دارایی به وزارت راه تحویل گردید. تهیه نقشه فرودگاه 3 سال به طول انجامید و شرکت سوئد سنتاب ساخت اون رو عهده‌دار شد. سطح زیربنای ساختمان اصلی از مدخل عمومی مسافرین که وارد سالن وسیعی میشن به مساحت 1200 متر مربع. فرودگاه مهرآباد در ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 14 مرداد سال 1337 افتتاح شد و اولین هواپیمای جت ملخدار شرکت واحد هواپیمایی ایران و پارس با هم به پرواز درآمدند. قریه مهرآباد به دلیل داشتن آسیاب گندم معروف به سراسیاب مهرآباد بود. طی سالهای 1370 تا 1385 تغییرات بسیاری در فرودگاه مهرآباد به وجود آورده شده. اگر علاقه‌مند به تاریخ و بناهای معماری ایران هستید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر زمان ویدیو گذاشتیم ببینید و لذت ببرید. ممنون از نگاهتون.